اسپسیت دیشمیا و خودشت و موراخ به امید ماهی پر از بسروتووت و خبرهای خوب و خوش از چهار گوشه دنیا. ماه تموز می‌دونیم که چهارمین ماه سال از شمارش نیسان یا سیوان تموز. زهرقادش می‌فهمه که این ماه رو از سخت‌ترین ماهی سال می‌دونن. هیچ گونه محیطی در اون واقع نیست و می‌دونیم که تلخ‌ترین و سخت‌ترین روز این ماه هم 17 تموزه که روز تعنیته. همچنین زهرقادش می‌فهمه که سه ماه در عرض سال هست که دین سخت شماییم رو بر روی زمین میارن. یکی همین ماه تموزه، آو و تبت. یعقوب آوینو و عیسی برشا ماهای سال رو بین خودشون قسمت کردن. یعقوب آوینو سه ماه نیسان ایار سیوان رو برداشت و عیسی سه ماه تموز آو الول. ولی ماه الول میدونیم که ماه تمام تشوواست و پیشوازی از ایام دین روششنا و یوم کیپوره. در نتیجه یعقوب آوینو با جنگ و جدال و تدبیر ماه الول رو از جنگ عیسی پرشا بدر آورد که در نتیجه ماهای تموز و آو برای عیسی موندن که در این دو ماه سیترا و اخرا که از توم آو و پلیدی و ناپاکی هاست بر تمام دنیا تسلط داره و در این ماه ها بود که به تمیقداش محاصره شد، خراب شد. در 17 تموز بود که بود در خال گذاشتن. البته ماه تموز از ماه آو هم سخت تره. در ماه تموز بود که اون دلوه های اول شکسته شدن. ماه تموز سخت از ماه آو به علتی که ماه آو به اصطلاح بعد از نیمه اولش، یعنی از 15 آو ورق برمیگرده و تقریبا خوب و عادی میشه که ما توبه آو 15 آو رو جشن میگیریم. البته صد هست که میفرماد اینه یوردت همه ایم، چشمان من باران میباره. ولی منظور از این عشق، از این باران، اینه چشمان من، یک چش در مقابل ماه تموز و یک چش در مقابل ماه آو هست. گدولای موسار حکیمان پند و اندرز می فهمان که تموز راشه تبوت کلمات زمنه تشوا ممشمشیم و باییم. ایام تشوا محسوس هستن و دارن از زمان می رسن. بلد که از روش خودش تموز تا یوم کیپور حدوداً 100 روز مونده و خوش به حال کسی که از این ایام تشوا بترسه، بلد که زمان تشوا داره از اول حس میشه و به زودی فرا میرسه. آو که شامل الف هست و بت، آو یعنی الول به پتخ، الول به دروازه ها رسیده، میرسه فوری میرسه. هارام کنیسکی میفهمن که تموز تزدرز مهر به تیلمت زین، یعنی میدونیم که اولا که تموز اسم بوته، ولی میفهمن که جدیت کنید که در این ماه بیشتر بیاموزید، بیشتر تو رو بخونید. و حالا گفتیم که ماه تموز، اسم تموز، کلمه تموز اسم بوته که این رو بپرستن. که در سفر یخزکیل هم میاد میگه که هینه شام هنشین میفکوت ات هتموز. البته مردم به خاطر ماه تموز میگریستن، گریه میکردن، به علت که در ماه تموز بوت در خیال تو را گذاشتن. و مسخت تنید میاد میاره میگه که به دنبال تموز آو میرسه که ماه تنخومیم و تسلی است
ولی متاسفانه 17 تموز بود که بود در خیال گذاشتن. همانطوری که اخا فصل پنجم میفهمد که یتومیم هاینو و این آف که هیششه تنخمنو گفته میشه برای بسیار بعد از 15 آب نخمو نخمو. از طرفی هم ماهای سال بر اساس 12 شواتیم نامگذاری شدن. به عنوان مثال رئوون که اولین فرزند یعقوب و اولین شوه تو سبت هست از کلمه رئو رئوون رئو دیدن هست و رمز رئیا دیدن، زیرا که لعا اومد تفیل خون موقعی که قرار بود حامله بشه، هنوز حامله نبود، گفت کی را هشم به اونی، زیرا که هشم فقر و بیچارگی من رو دیده و حالا داره به من بچه میده. خزار میفهمند که منظور بر اینه که در این ماه تقاضا داریم که هشم برخ نظری به فقر و بیچارگی ما بندازه، که ریبی صادق کوهن میلوولین در کتابشون به نام پری صدق می‌نویسن که این ماه سه گولا داره برای رسیدن به تورای شبه الپه، این تورای شفاهی که در 17 همین ماه تموز بود که دولوهای اول که برای جماعت اسرائیل آورده شد به زمین خورد و شکست، که نتیجه این ماه امتیاز داره برای یادگیری تورای شفاهی. و ایشون می‌فهمن که در این ماه که همیشه برای ملت اسرائیل ساروت اون مثلا یسوریم ها عذاب ها درد سرها ناراحتی ها فرامیرسه، در این میبینیم که در آینده که به عزت مشیخ ظهور میفرماد تبدیل میشه به موعد و شادی، یعنی 17 تموز اول موعد خواهد بود و 9 آو آخر موعد و 3 هفته ما بین اون که الان ما به نام بنمت ساریم اون رو نامگذاری میکنیم، 3 هفته بین این دو تاریخ خول موعد خواهد بود. مزال و موقعیت تموز سرطان هست. گمارا ببسی داره در مورد که از 17 تموز تا 9 آو که به نمت ساریم خوانده میشه ایام سختی ها عذاب ها و عزاداری هست. مشکل اصلی ملت یهود سینتخینامه، دشمنی بیهوده و بیهوده، که به خاطر این موضوع حدود 2000 سالی که بیت المقدس خراب شده و تا به حال آباد نگشته و حتی پارشاهای تورایی که در این هفته ها شبات قرائت میشه سود و راز همین مسئله رو همراه داره. مثلا پارشا شلخه ها که قرائت شد مشکل اصلی لاشونها رو در بر داره، پارشای قورخ که از حسادت و دوباره سینتخینام در اون هست و این مسائل رو بحث می‌فهمد و فقط باید درک کرد که زبان انسان قوی ترین و بزرگترین و خطرناکترین اصلی دنیاست. قدرت کلام و قدرت دهان یک اسلحه بی نظیره که نمیتونه این به اصطلاح مخرب نباشه و مخربترین و کشنده‌ترین اسلحه است. به عنوان مثال تورا شرح جالبی داره در مورد کسی که پدر و مادر خودش رو کتک میزنه خواست شلام، و یا شخصی که اونها رو دشنام میده، نفرین میخونه و ناسزا میگه. بس میتونم که کدومی که از این دوتا جریمشون سخت داره. مسئله دشنام و نفرین فقط میگم که لفظیه، ولی جرم اون از گناه کتک زدن به پدر مادر سخت داره، حکم اون سنگسار کردنه، به خاطر که زبان این دشنام و اون نفرینی رو که ادا میکنه و اون قدرتی که زبان داره و اون نیتی که داره که این حروف و این نفرین ها از کبانا از مغز و قلب اون شخص داره بلند میشه، اونی که به این دلیل
جریمه سخت‌تر داره. تا اون کسی که یه بار میاد یه کتک میزنه تموم شد رفت. تو را به ما میفهمونی که اگه به اونها کتک میزدی شاید بهتر از دشنام دادن و نفرین خوندن به اونها بود. در ماه تموز در دورانهای مختلف میدونیم که صدیقیم بسیاری نفتر شدن و یا کشته شدن. زورقادوش خلق گیمل دف این الف میفهمد که در زمانی که صدیقیم نفتر شدن که در جهان نیستند، دنیا پابرجا نمیمونه مگر به خاطر زخوت همین صدیقیمی که نفتر شدن. این زخوت این مثلا صدیقیمی که نفتر شد آنچنان زیاده که دنیا به خاطر اونها پابرجاست و این نشامه های پاک و وقدوش اینا به حضور خداوند میرسن و ازش میتبرق تقاضای رحم و مروت و محبت میکنن. اونگاه عقاد شروخو به خاطر اونها به دنیا رحم میکنه و تمام احکام بد و گزرا رو، اون گزراهایی که خوب نیستن، باطل میکنه. و از طرفی هم میدونیم که زخوت این صدیقیم بزرگ هست که ماگن و سپر بلای ام اسرائیل هست که بسیار متاسفانه زخوت آنچنانی ما نداریم، ولی اونا به زخوت قوی خودشون این لطف رو به ما میکنن و برای ما تفیلا میخونن. در تمام دنیا میدونیم که حالا میبینیم که حالا در دنیایی که سر تا پا خوبه و به اصطلاح اولام حبا و گنیدن هست، این نشامود در اونجا قرار دارن، از اونجا برای ما تفیلا میخونن و این درست در زمانی که در ماه تموز اسرائیل های دنیا احتیاج به زخوت فراوانی دارند که محافظ و نگهدار اونها در این موقع حساس و ماه پرخطر باشه. ما محتاج تفیلی صدیقیم و نفتاریم و اون اشخاصی که صدیقیمی که فوت کردن هستیم که همگی برای بقا و سلامتی و سربلندی ملت اسرائیل در هر کجای دنیا تفیلا بخونن. روش خودش تو و خودش تو مبارک.